آمادونی دو ما رو بپذیرید، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم. امروز گفتگو اینو سامان دادیم با خانم یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک از دانشگاه آکسفورد. همونگونه که مطلعید، خیزش قدرتمند زنان و جوانان و مردم کشورمون در 12 روز گذشته در اعتراض به قتل جنایتکارانه مهسا امینی، دختر جوان کرد، حالا دیگه سراسری شده و شعار درخشان زن زندگی آزادی رو به پرچم این جنبش تبدیل کرده. تداوم جنبش مردمی با تسخیر بابانها، دفاع از زندگی انسانی و شرافتمندانه بر پایه برابر حقوقی همگان و همچنین بر پایه عدالت اجتماعی و به دور از حاکمیت استبداد دینی رو امروز به صحنه کشونده و مسئله روز تبدیل کرده. این موج خیزش انقلابی با حمایت پرشور تشکل‌های صنفی معلمان، کارگران، دانش آموزان، زنان و ملیت‌های مختلف گسترش پیدا کرده و از پیش زمینه‌ای رو فراهم کرده که این خیزش سراسری گسترش و تداوم پیدا کنه. خانم یاسمین میزر، خدمت شما سلام و درود دارم. سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو در چنین شرایطی پذیرفتید. خیلی ممنون از شما. با سلام و درودهای فراوان. خانم یاسمین میزر، همان گونه که مطلعید، از پی قتل جنایتکارانه و مرگ معصومانه و غم‌انگیز و دردناک مهسا یا ژینا امینی، دختر جوان 22 ساله کرد، اکنون نزدیک به 2 هفته است که شاهد اوجگیری یکی از مهمترین، گسترده‌ترین و شگفت‌انگیزترین و غرورآفرین خیزش زنان ایران برای رهایی هستیم با شعار زن زندگی آزادی، یا به عبارت دیگه شاهد اولین جنبش سراسری زنان در دنیا هستیم تا آن حد که بر بستر مبارزه خونین زنان ایران و نافرمانی‌های مدنی آنان و جنبش زنان گفته می‌شود که یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی حجاب در حال فروریزیه و یا در مقیاس توده‌ای فرو ریخته. شما این رویداد رو چگونه بیان و تحلیل میکنید؟ من فکر میکنم در 43 سالی که جمهوری اسلامی در قدرت بوده، نزدیک 44 داره میشه، هر سال و شاید از هفته‌های اولی که به قدرت رسید، زنان در مبارزات مختلفی علیه این حکومت شرکت داشتند. اولین تظاهرات بزرگ در سال 57 بود. ولی اون چه که متفاوت شاید این بار اینه که این جنبش اولا سراسری شده، ثانیاً مردان بیشماری بهش پیوستن، جوانان بیشماری، مخصوصا دانشجویان، ولی جوانان به طور کلی بهش پیوستن و حتی زنانی که انتخاب میکنند و حقشونه که انتخاب بکنند که حجاب داشته باشن، به این اعتراض ها پیوستن. در نتیجه باید عمق این اعتراض ها رو فرای مسئله حجاب در به اصطلاح بحران حاکمیت جمهوری اسلامی دید و در کنار اون باید به این نتیجه رسید که برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، از جمله و در جلوی اونها زنان، کارت به استخوان رسیده. اوضاع اقتصادی خطرناک، وحشتناک، کار نیست. حکومت اسلامی با شعارهای سطحی خودش رو میخواد نجات بده برای اون اقشاری که همچنان توهم دارند و یا باور دارند این ادعاها رو، و در کنار اون ما مواجهیم با حرکتی که آزادی‌هایی که به طور نسبی، نه قانونی، نه جدی، ولی
به طور نسبی گاهن به دست آمده و جمهوری اسلامی بعد سعی میکنه حتی این آزادی های جزئی رو هم پس بگیره. مثلا تحمل حجاب کمتر یا بیهجابی در مقاطعی صورت گرفته بود 2 سال پیش 3 سال پیش، و اینی که شما بخواید این اگه بخواید حق جزئی را هم پس بگیرید در شرایطی که همه میدانند زنان وابسته به رهبران جمهوری اسلامی، زنان نزدیک به ارگانهای بالای جمهوری اسلامی، همین که پاشون به خارج از مرزهای ایران میرسه، این حجاب اسلامی رو که با گشت ارشادشون، با کتک زدن، با شلاق زدن بر زنان عادی جامعه ما میخوان تحمیل کنن رو قبول ندارن. این دوگانگی، درویی، دروغگویی خودش عصبانیت ویژه‌ای در بخش‌های گسترده از زنان به وجود آورده، و در کنار اون به نظر من این حرکت رو باید ادامه اعتراض‌های 2 سال اخیر حداقل دونست، اعتراض‌هایی که ریشه در فقر، اعتراض به فقر گسترده داره، اعتراض به فاصله گسترده فقر و ثروت داره. به همین مسئله حجاب نگاه بکنیم، این مسئله به نوعی طبقاتی است. شاید برای خیلی خوشایند نباشه که آدم از کلمه طبقه استفاده بکنه، ولی مبارزه است طبقاتی، به این دلیل که گشت ارشاد کاری به منازل یا مناطق، اگه بخواید نه میدان اصلی شمال شهر تهران ولی مناطقی در شمال شهر تهران نداره. ما از عکس هایی که اقوام آقازاده ها و آقازاده ها پخش میکنن در سطح رسانه های اجتماعی میدونیم که رعایت حجاب نمیشه در خیلی از این خانه ها، در خیلی از مهمانی ها، مجامعی که اینها در شرکت میکنن. ما میدونیم که در برای طبقه بالای شهر نشین میشه گشت ارشاد رو خرید، میشه گشت ارشاد رو با یک تلفن از یه مقام بالای دولتی کارش رو کمتر کرد، ولی اگه شما در منطقه وسط تهران باشید، اگه فقیر باشید، اگر در جنوب شهر تهران باشید، شلاقتون میزنن مثل قربانی فجیع حادثه اخیر، جانتون رو از دست میدید و غیره و غیره. خانم یاسمین میزر، میخوام یه پرسش دیگه ای بکنم، و این که خب قبل از این واقعه، یعنی قبل از این که مهسا به قتل برسه، جینا به قتل برسه، خب خانم دیگه ای در یک از شهرهای کردستان کشته شده بود یا در بلوچستان یه اتفاقی افتاده بود، چطور شد واقعا در یه چشم به هم زدنی موضوع قتل جینا به یک جنبش سراسری، به یک خیزش سراسری تبدیل شد؟ شما در واقع کجا میبینید؟ عذر میخوام. من فکر میکنم تصاویری که از ایشان پخش شد و حتی کاری که خود جمهوری اسلامی کرد برای اینی که ثابت کنه که ایشان تصادفی و یا به خاطر بیماری قبلی، به خاطر این دروغی که جمهوری اسلامی میخواست در روزهای اول مطرح بکنه، خودش دامن زد به گسترش این اعتراض ها. نه فقط ناباوری بین ادعای جمهوری اسلامی، بلکه این کوشش واقعا عجیب و بی رفت برای این که شما سعی کنید این کار رو بکنید. عکس ها فجیع بود. شما اولین عکسی که از مهسا ژینا دیدیم نشانه بیماری در بیمارستان بود که بعید بود کسی باور کنه این همینجوری سالم و سالم بوده، از گشت رسیده به بیمارستان و ناگهان به این وضع افتاده به خاطر بیماری قبلی که جمهوری اسلامی میگه 4 سال پیش داشته، 5 سال پیش داشته، عمل جراحی که میگه داشته. من فکر کنم اینها تعیین کننده بود، ولی مسئله اصلی این نیست. ببین هر حرکتی، هر
کشته شدن دیگه‌ای میتونست این واقعه رو در پیش داشته باشه. گاهی چند واقعه در کنار هم اگه بخواید آتش میزنن بر خشم مردم و خشم رو شعله‌ور میکنن، ممکن بود یکی از وقایع دیگه بیاد. نارضایتی گسترده تر از این حرف هاست که ما بخوایم روی یک عکس یا روی یک واقعه اگه بخواید تعبیری فراتر از اون شکه هست رو بگذاریم. شما اشاره کردید به در واقع دروغگویی سیستماتیک جمهوری اسلامی و از جمله خب در مورد قتل مهسا و ژینا، ولی جمهوری اسلامی و رهبران اون خودشون رو مبدع انقلاب فرهنگی میدونن. خیلی راحت میتونم بگم خب قتل مهسا همه بنیان تار و پود این مدعای رژیم رو به باد داد، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه سیاستی و چه در عرصه ایدئولوژیک. حالا حجاب اجباری و گشت ارشاد خودش در واقع به یک تشدید کننده بحران در جمهوری اسلامی تبدیل شده. پرسشم از شما اینه که مداخله و گسترده همه جانبه جمهوری اسلامی در خصوصی ترین وجوه زندگی فردی و اجتماعی زنان و همچنین جامعه برای تقویت اون چیزی که خودشون میگن حیا و عفاف و سبک زندگی اسلامی و باز به عبارت دیگه اصل مداخله دولت، اگر درست بتونم بگم دین دولتی یا نهاد دین در عرصه فرهنگ، بعد از 43 سال در واقع به یه همچه فجایعی انجام میده. در این رابطه شما نظرتون چی هستش و چه تحلیلی دارید؟ برای من سخته باور کنم که واقعا کسایی هستن که جدا از اگه بخواید امکان مالی یا وابستگی مالی که به دستگاه های حاکمیت دارن، کار میکنن برای ارگان های سرکوب، وابستگی دارن که نمیتونن خودشون رو جدا کنند از این ارگان ها، کسی باشه که 100% باور کنه این ادعاها رو. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه شما باید چشم و گوشت رو بسته باشید در چند دهه اخیر که ندونید آنچه به عنوان شعار مطرح میشه با اونچه در واقعیت داره صورت میگیره 180 درجه فرق داره. حتی این مسئله حجاب رو بگیریم، البته میدونم بعضی از زنان از وابستگان جمهوری اسلامی هستند که حجاب 100% دارن، ولی دخترانشون نسل جدید از همین خانواده ها رو ما میبینیم در سطح رسانه‌های اجتماعی در آلمان، در اروپا که میرسن برای یه ماه، برای دو هفته، برای 10 روز حجابشون ور میدارن. در نتیجه این درویی که جمهوری اسلامی خودش به نوعی نمیگم تبلیغ کرده ولی در رابطهش کاری نکرده، زیر سوال میبره این ادعا رو که ما واقعا باور داریم به همه اینا. شما اگه واقعا باور داشتید خب باید نوع دیگه ای برخورد میکردید. من فکر میکنم جمهوری اسلامی ندونه که در شمال تهران در کنار استخرها مهمانی هست و عده زیادی نه بدون حجاب بلکه با لباس شنا مرد و زن کنار هم هستند. وقتی حاضر باج بگیره، پول بگیره و چشم پوشی کنه از این وقایع، خب طبیعی است باور کردن این ادعا که ما میخوایم همه چی رو کنترل کنیم سخت باشه. علاوه بر اون ببینید، حتی اگه شما به سخت‌ترین دیکتاتوری ها نگاه بکنید، دیکتاتوری ها آگاهند، مثل دیکتاتوری دوره محمد رضا پهلوی، اینها آگاهند به این که برای پیشبرد سیاست های اقتصادی سیاسیشون که براشون مهمه باید زندگی خصوصی رو ول کنن. دخالت در زندگی خصوصی نارضایتی ها رو بیشتر میکنه و جمهوری اسلامی از روز اول این درایت رو نداره. ولی حتی اگر بگیم دولت‌های مذهبی رو نگاه کنیم که درگیر چنین دخالت‌هایی میشن، یا عمرشون کوتاست
یا بعد از مدتی خود اینها هم به همین نتیجه میرسند و کوتاه میان. درست؟ جالب اینه که خود جمهوری اسلامی این پراگماتیسم رو داره در لبنان. در لبنان که میخواد حزب الله رو محبوب نگه داره، در قدرت نگه داره، مدافعان حزب الله رو میبینید که نه فقط حجاب ندارن، بسیار نیمه برهنن بعضیاشون، میشه در دید اسلام شیعه میشه گفت دید برهنن. ولی در ایران این کار نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه؟ چون وضع سیاسی اقتصادیش فوق‌العاده خرابه و هر کوتاه آمدنی در رابطه با مسئله زنان میتونه به عنوان عقب نشینی حساب بشه و این عقب نشینی تضعیفش میکنه و حکومت هایی که در شرایطی مثل جمهوری اسلامی هستن نمیخوان عقب نشینی کنن. بله خانم میزر، حالا در واقع نظام در توجیه، نظام جمهوری اسلامی در توجیه این جنایت و در مقابل یا در تقابل این خیزش و رویدادهایی که رخ داده تلاش میکنه که به قانون و پیروی از قانون متمسک بشه، در حالی که نیروهای سرکوب رژیم توی خیابون هستن، سرکوب چندایه و پیچیده‌ای ادامه داره، دستگیری‌های گسترده و کشتار مستقیم با تیر مستقیم به سینه معترضان یا اعتصاب کننده ها یا مردمی که در خیابان ها هستن ادامه داره، همین دیشب دستگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته. خب چنین مستمسکی از نظامی که رهبرش خودش رو بر فراز قانون میدونه یا بر فراز قانون میشینه تا چه حد میتونه مورد توجه باشه و اصولا حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی اون هم با این مختصات امروز و کنونی امروز تا چه حد میتونه مورد توجه قرار بگیره؟ ضمن این که خب شاید این سوال من با توجه به مختصات امروز خیزش مردم ایران و پیشرویهاش خیلی جای مثلا پرسش و توجیه نداشته باشه. ببینید قانون رو جمهوری اسلامی خودش زیر پا میگذاره بیش از هر کس دیگه ای و اصولا قانونیت یا قانون در جامعه سرمایه‌داری معنای خاصی داره. مسئله اصلی قانون در جمهوری اسلامی دفاع از مالکیت خصوصی، همونطور که در بریتانیا قانون و قانونیت که توهم زیادی در جوامعی مثل جامعه ما بهش هست که مثلا اروپا همه چی قانونیه. قانون در بریتانیا وقتی منافع سرمایه زیر خطر باشه زیر سوال میره، بالکل کنار گذاشته میشه. ولی در یه حکومت دیکتاتوری، در حکومتی که مذهبیه و دیکتاتوریه، از روز اول قانون فقط مواقعی مطرح میشد که به نفع حاکمیت بود. و این کوشش الان که مثلا ما پزشکی قانونی رو گذاشتیم تحقیق کنه غیر خنده داره، کسی باور نمیکنه. و حتی اگر این کار رو جدی انجام بدن به نظر من دیره برای جمهوری اسلامی که برگرده به ادعای قانونیت. چرا دیره؟ چون اعتراض ها وارد مرحله ای شده که مردم عادی، کسانی که در خیابان هستن، از مرحله ترس از قانون گذشته کارشون. درست؟ آگاهانه میبینید در جنوب تهران زنان بدون روسری در خیابان دارن میرن و قانونیت جمهوری اسلامی رو یا حتی وجود جمهوری اسلامی رو دارن زیر سوال میبرن. در این شرایط این کوشش به نظر من بیفایده و به جایی نخواهد رسید. ولی میگم این توهم نسبت به اگه بخواید حاکمیت قانون یا سیویل سوسایتی، جامعه مدنی که همه چیش عالیه، طبیعی است در کشورهایی مثل کشور ما که 43 سال در این دنیای توحش زندگی کردن چشمانداز مثبتیه، ولی در واقعیت توهم به این هم خودش مشکلی است. بله خانم میزر،
خب واکنش های حکومت و دستگاهاش، نهادهاش روشن تو این نزدیک دو هفته و حتی خب نیروهای حول و حواشی و حاکمیت یا حتی با فاصله تر نیروهای جناهای مختلفش، ولی شخص خامنه ای تا همین امروز در برابر این جنایات سکوت کرد و به صلاح دم فرو بسته، در حالی که مجموعه حاکمیت همه نیروهای خودش رو به میدون کشیده آورده و برای سرکوب. امروز واکنش و موازه مثلا روحانیت مستقل، نواندیشان دینی یا به صلاح این بخش‌های دیگه حاکمیت که به نوعی از اون فاصله دارن و به نوعی مستقل‌تر هستن در مقابل این نهاد دین دولتی از چه اهمیتی برخورداره و تا چه حد در واقع امروز میتونه این به گسترش این مبارزات ادامه کمک بکنه؟ ببینید، شکاف در بالا همیشه به نفع اعتراضه، هیچ شکی نیست. این شکاف هر چقدر حتی اگه سطحی باشه، اگه واقعا هم حتی فکر نکنم، ولی خب بعضیشون ممکنه فکر کنن، شکاف در بالا به نفع اعتراضاته. ولی این رو فراموش نکنید که تظاهراتی گسترده تر از این، قوی تر از این و با شعارهای گوناگون در سال حدود 13 سال پیش در جریان بود، درست؟ و در دفاع از همین بخشی بود که دارید میگید. این بخش انتخاب کرد که ولی فقیه براشون مهمتره تا صدها هزاری که دارن تظاهرات میکنن، و در نهایت مشکل اصلی این بخش های گوناگون جمهوری اسلامی اینه که هویت خودشون رو در قبال ولی فقیه و حاکمیت جمهوری اسلامی که تناقضی درش وجود داره، چون جمهوری نمیتونه مذهبی باشه اگه واقعا به کلمه جمهوری نگاه بکنیم، مشکل اینها اینه که در نهایت نمیتونند خودشون رو از مقوله ولی فقیه و از مقوله آینده دراز مدت حاکمیت اسلام در ایران جدا بکنند. به نظر من دوره اینها گذشته، به این معنا که اگر میتونستند از اعتراضهای دوره سبز، انقلاب سبز خود، چیزی که بهش میگفتند انقلاب سبز، استفاده کنن، شاید میتونستند حیاتی داشته باشن، ولی به خاطر سیاست هایی که انتخاب کردن، به خاطر اینکه حتی در اوج این اعتراض ها نه خودشون نه رهبرانشون نه اعضاشون حاضر بودند کلیت حاکمیت موجود رو زیر سوال ببرن، دورانشون پایان یافت. به نظر من آینده ای ندارن در سیاست ایران. ولی مشکل بالاتر از اینه. در این فاصله تحریم ها بحران اقتصادی وحشتناکی رو ایجاد کرده، ولی فقط تحریم ها نبوده، تحریم ها باعث اگه بخواید گسترش بی سابقه فساد اقتصادی شده. این فساد اقتصادی اقشار مختلفی از جناح‌های حاکمیت رو در بر گرفته، برخی از اینها، برخی از اصولگرایان رو، و این فساد اقتصادی اگه بخواید آینده هر کسی که بخواد به نوعی خودش رو با این حاکمیت تعریف بکنه یا با این حاکمیت وابستگی داشته باشه و بعد بخواد بگه ما میخواییم بشیم حکومت آینده ایران یا درگیری داشته باشیم در آینده ایران، رو از بین برده. به نظر من این وضع اقتصادی که الان ایران داره واقعا بی سابقه است. کشوری است که بالاترین تعداد بیلیونرهای منطقه رو داره و در این حال کشوری است که درصد بالایی از مردم اون در فقیرترین وضع جامعه قرار دارن. تفاوت فقر و ثروت در این فاصله زمانی آنچنان زیاد شده در ایران که ما از این نظر خیلی از کشورهای افریقا رو ازشون سبقت گرفتیم، داریم به بالای این درجه بندی میرسیم. خب در این شرایط مردم عادی نمیتونن و نخواهند
نگاه بکنن، نمیخوان نگاه بکنن به بخشی از این حاکمیت. قبل از اینکه سوالای دیگر رو با شما در میون بذارم خانم مهزاد، بذارید راجع به این شعاری که الان این جنبش مثلا به عنوان نمادش، سمبولش یا حتی تو حوزه‌های دیگه‌ای که به وجود آورده، این شعار زن، زندگی، آزادی که احتمالاً باید نکته دیگه‌ای مثلا عدالت اجتماعی هم بهش اضافه بشه، راجع به این صحبت بکنیم و شما در این مورد چطور فکر می‌کنید و راجع به این شعار چی میخواهید بگید یا میتونید بگید؟ باز میخوام ببینید ایده دارن میگن که این شعار دو سری منتقد داره. انتقاد راست از جریان هایی که نگرانن که شعار ثابتشون که شعارهای ارتجایی بود به نظر من بالکل نه فقط نفی شده مثل رضا شاه و این حرفا، بلکه زدش پیش اومده، یعنی شعار دیگه که خیلی غالبه در خیلی تظاهرات شنیده میشه علیه شاه، نه شاه نه رهبر، نه شاه نه شیخ، غیره غیره، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این نوع شعار روی این خود و اونا ناراضی هم و از دید راست دارن اعتراض میکنن. من شنیدم بعضی میگن مرد از آبادی یا چی چیزی که پیداست میهن که این پیداست حرکتیست از راست. خود این شعار سابقش از کردستانه، اگه اشتباه نکنم پکاکا اول استفاده کرده، ولی بعدن در سوریه در منطقه‌ای که علیه در کوبانی و علیه داعش استفاده شد. شعار بدی نیست، شعار خوبیه، من فکر کنم یکی از شعارها باید این باشه، ولی این شعار هم مشکلاتی داره. زن طبقاتیه، هر زنی، ما بودافه هر زنی نیستیم. در گشت ارشاد یکی از افسرانی که متهم حمله کرده به مهسا و ژینا زن بوده. زنان بیشمار در حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب و تبلیغ حجاب نقش فعالی داشتند در این چند دهه. زنانی هستند که دارند امروز از موقعیت زنان ایران دفاع میکنند، ولی در امریکا جیبشون رو سرمایه هایی پر میکنه که حق سخت جنین رو از زنان در ایالات متحده گرفته، جمهوری خواهان راست. درست؟ در چنین شرایطی ما حتما میتونیم بگیم این شعار رو، ولی باید در نوشته هامون، در بحث هامون مشخص بکنیم کدام زنان. زنان طبقه زحمتکش، زنان نیروی کار، پرستاران، معلمان، این زن انقلابی که امروز داره وارد این خیابون ها میشه. زنان مرفه شمال شهر تهران رو نمیبینید، اونها هیچ موقع این مشکل رو نداشتن. همطور گفتم مهمانی هاشون بوده، لباسشون بوده، سفر خارجشون بوده. مسئله زن مثل هر مسئله دیگه طبقاتی است. یک استاد امریکایی در دانشگاه آکسفورد یک سال امسال هست، چند روز پیش به من میگفت که ما در دنیای عجیبی زندگی میکنیم، چپ شدن به جنسیت و ملیت بر تبدیل شده، در حالی که واقعیت اینه که هر چیزی پایه ماتریالیستی داره. پایه ماتریالیستی به این معنا که پایه اقتصادی دید ما نسبت به هر کدوم از این وقایع تعیین کننده است. نکته اصلی اینه. وقتی میگیم ما از هر زنی دفاع میکنیم یا این انقلاب زنان است، خب باید توضیح بدیم کدام زنان. و فکر میکنم گاهی بعضی ها میترسن اینو بگن که مبادا مورد حمله قرار بگیرن. بعضی ها اینقدر راست شدن، بیان لیبرال بورژوایی درک از زنان آنچنان گسترده شده که اینها باورشون شده که مسئله طبقاتی نیست. من دیدم کسی فارسی در یه مقاله نوشته که آره زنا از همه توی این تظاهرات هستند، زن، ملیت‌های مختلف، طبقه، که فکر.
خب طبقه و فکر برابر نیست با زن و ملیت ها. زنان و اقلیت های ملی و اقلیت های مذهبی از دیدگاه های مختلف و از طبقات مختلف درگیر این مبارزات هستند. ما میتونیم دلمون رو خوش کنیم که همه با هم بدون نظرهای سیاسی، بدون تعریف طبقاتی در این تظاهرات شرکت میکنیم، ولی فراموش نکنید این همه با همه بهمن 57 بود که بلای 43 سال گذشته رو برای ما به وجود آورد. همه با هم رو میشه امروز باهاش بود، ولی دعواهای فردای این همه با هم دیگه بدتر از اینه که امروز خطوط و نظرگاه هم رو دقیق و مشخص مطرح بکنیم. بله خانم ایزل، دوباره راجع به این نکاتی که گفتید صحبت میکنیم، ولی برگردیم به این خیزش. حالا با توجه به وضعیت امروز، مختصات این جنبش، شما اونو چطوری میبینید؟ ویژگی ها و یا احتمالاً چشمنداز و افق تحولاتش رو، و یا حتی اون به سلام مزامینی که بیبازگشت شده، شما رو چه چیزایی تاکید میکنید؟ یکیش این مسئله حجابه، چون مهمه. جمهوری اسلامی این گشت ها رو راه انداخته بود که حجاب رو پیاده بکنه. یه دلیل عمده‌ای که جمهوری اسلامی رو مسئله حجاب تاکید داره اینه که رو همه چیز دیگه شکست خورده. سیاست خارجی شکست خورده، سیاست اقتصادی، فراموش نکنید دولتی که دولبنا بود مستضعفان رو وضعشون رو بهتر بکنه، الان میگم با گینه باسو در رقابت، در رابطه با اینکه فاصله فقر و ثروت به کجا کشیده، یا با فیلیپین مقایسش باید کرد، با کشورهای افریقایی باید مقایسش کرد که فاصله فقر و ثروت چی شده. در چنین شرایطی مجبور به چیزایی که اگه بخواید میتونه فشار بیاره تاکید بکنه، حجاب یکی از اونا بود. خب رو این سیاست باید گفت واقعا شکست خورده. نه فقط بیهجابی بیشتر شده، شجاعت زنان برای نشان دادن و اثبات اینکه حاضر نیستند این حجاب اجباری رو تحمل بکنند به حدی رسیده که عقب نشینی در نهایت از آن جمهوری اسلامی خواهد بود. هیچ شکی رو این نیست. یعنی هر تا اگر در سرکوبی که سرکوب وحشتناکی که الان شروع کردند موفق بشن، به نظر من به جایی نخواهند رسید. به این معنا که شکسته، اون ترس شکسته، و وقتی یه ترسی میشکنه خیلی سخته که شما بتونید برگردید به جایی که قبلا بود. در سرکوب ممکنه در سرکوب بلافاصله این حرکت موفق بشن، ولی من فکر کنم این حرکت برعکس دو سال اخیر اگه بخواید زمین ساز پایان جمهوری اسلامی، به این معنا که از نظر کمی و کیفی یک تغییری درش وجود داره که اون تغییر توازن قوا رو بر علیه جمهوری اسلامی بیشتر کرد. خانم ایزل، باز برگردیم به قتل شینا و خیزش و مبارزه زنان و جنبش زنان که تونست، البته شما به نکات دقیق و روشنی اشاره کردید، یک گام اساسی به برگشت ناپذیر به جلو برداشت. این که حالا خیلی راحت میبینیم که تو مجامع عمومی، الان شما هم اشاره کردید که زنان بدون حجاب میان و حجابشون رو برداشتن، تا اون حد این جنبش پیش رفت یا کمک کرد به جنبش عمومی ایران که در واقع جنبش مطالباتی صنفی که ادامه داشت و هر روز در واقع به خیابان میومد تبدیل به یه خیزشی کرده که شعارش اینه که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، مرگ بر دیکتاتور، و این جنبش رو ارتقا داد، یا جنبش عمومی رو در بسیاری جهات همین الان شما اشاره کردید به لحاظ کمی و کیفی گسترش داد. یه مقدار بیشتر میخوام راجع به این موضوع توضیح بدید اگر ممکن باشه. ببینید این دوتا به نوعی شدن مکمل یک دیگه. ما شاهد اعتراض های بیشماری بودیم، ما شاهد حرکات اگه بخواید رادیکالی در قبال
حذف سوبسید نفت بودیم، بعد از اون تظاهرات دیگه دیدیم. همه اینها زمینه ساز موقعیتی هستند که الان باهاش روبرویم، ولی این بار خشمی در این حرکات هست. ببینید، همه حرکاتی که اعتراضی بود حرکات اعتراضی دفاعی بود. دفاع به این معنا که خیلی از نیروی کار مثلا در خیابان بود، میگفت حقوقهای پرداخت نشده ما را بدید. بازنشستگان در رابطه با عدم پرداخت حقوق یا کمی حقوقشون صحبت میکرد. مبارزاتی دفاعی بود. این بار این خشم این مبارزات رو تهاجمی کرده و به این دلیل ترکیب اینها با اون نارضایتی هایی که خواستهای دفاعی رو مطرح میکرد به این حرکت ابعاد جدیدی داده به نظر. خانم میزر، شما صحبت کردید در مورد اینکه خب رابطه این جنبش با مسائل طبقاتی و اینکه خود زن هم موضوع طبقاتی هستش. گفته میشه که آینده انقلاب ایران زنانه است. خب اگر این رو بپذیریم و درست هم هست به نوعی، در این مورد به صورت ایجابی به چه مسائلی باید اشاره کرد یا باید بیان بشه؟ مثلا هم نکاتی که شما بهش اشاره کردید و یا اینکه خب بالاخره این جنبش یا این آینده انقلاب چه رابطه‌ای با آزادی، دموکراسی و مشخصا عدالت اجتماعی برقرار بکنه؟ چون باید بکنه. در هر جامعه‌ای اون بخشی که اگه بخواد فشار بیشتری برش وارد میشه و زنجیرهای خودش رو میخواد بشکنه، برای اینکه اگه بخواد هیچ وابستگی به قدرت نداره، زنان نیروی کار در کشور ما میشه ازشون نام بود. و تأکید میکنم زنان نیروی کار، و این فقط به معنای زنان کارخانه نیست، درکی عقب افتاده از کار هست به این معنا که مثلا زنانی که نه زنانی که حتی کار میبرن تو خونه براشون، زنان خانه‌دار زنان نیروی کار هستند اگر درآمدشون پایینه، پرستاران، معلمین، کارمندان دولت، دانشجوهای دانشگاه ها، پزشکان، اینها همه نیروی کار حساب میشن به این معنا که درآمدشون از فروش ارزش اضافی نیروی کاره و ارزش اضافی تولید میکنن برای این سرمایه. این بخش پیش قدمه، به دلیل اینی که وقتی بیکاری هست اولین نیرویی که بیکار میشه، وقتی قیمتها بالا میره اولین نیرویی است که در کشور ما مجبور اگه بخواید وارد اقتصاد خانه رو تضمین کنه که میتونن شب غذای کافی هست. و این مسئله جدی بوده در دو سه سال اخیر، به این معنا که شما هر روز باید قیمت درآمدی که داری و بعد غذایی که برای خانواده تهیه میکنی رو تعیین کنی. جالبه در بریتانیا به خاطر نابغه دولت ایدئولوژی که سرمایه داری که الان در کاره، وضع اقتصادی مخصوصا در چند روز اخیر وحشتناک خراب شده و همه دارن میگن یکی از فشارهایی که وارد میشه بر زنانه، چون مسئولیت اگه بخواید خرج خانه با زنانه و این مهمه. این زنان رو در موقعیت قرار میده که در شرایط اقتصادی وحشتناک مجبورن اگه بخواید مسئله اینی که چجوری با پول کم خانواده رو تغذیه کنند رو برنامه ریزی کنند، و این خودش تعیین کننده است در پیش بردن زنان در مبارزات طبقاتی. گفتم اولین کسایی که کار رو از دست میدن. زنان در ایران مقاومت کردند بر این کوششی که اوائل انقلاب بود برای این که زن رو در خانه نگه داره، نگذاشتن این سیاست جلو بره، به حدی که الان تعداد دانشجویان دختر به اندازه مردانه. و این
یکی از پدید تناقض‌های جمهوری اسلامی، چون از یه طرف میخواد ادعا کنه که ستم نمیکنه در رابطه با کار، فقط در رابطه با حجاب که ضد زنانه، ولی واقعیتش اینه که مسئله به این سادگی نیست. شما وقتی که دانشجویان زن میگن بعد از پایان تحصیل دانشگاهی امنیت شغلیشون کمتر از مردان، خب طبیعی است که این ستمی است باز هم دوگانه بر زنان. عوامل بیشماری مثل اینهایی که من اشاره کردم وجود داره برای اینکه زنان نیروی کار رو در موقعیتی خاص برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار بده. ولی اگر باز پی این باشیم که فکر کنیم همه زنان برابرند، زنان طبقه مرفه برابرند با این زنان، زنان ستمگر گشت ارشاد و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم جز به این انقلاب زنانن، چون همه میخواییم با هم باشیم و فرقی نمی کنه کدام طبقه، کدام خواست، کدام برنامه، اون وقت دوچار اشتباهی فجیع شدیم. و به همین دلیله که آره میگیم انقلاب، میتونیم بگیم انقلابی زنانه، ولی باید تعریف داشته باشیم که کدام زنان برای کدام خواست ها، برای کدام دموکراسی. ببینید دموکراسی سوری شده در غرب، دموکراسی واقعا معنای واقعی خودش رو از دست داده. ما در دوره ای از بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه هستیم که این واژه دموکراسی معنی خودش رو از دست داده. اگه دموکراسی واقعی بود آیا راست افراطی در ایتالیا و در سوئد به قدرت می‌رسید؟ من بعید می‌دونم. این ناامیدی از سیاست رسانه‌ها، مجامع خبری، مجامع روشنفکری، همش و همش به ما میگن یک میانه سالم و درستی هست که اگه همه میتونستن اونجا باشند اون وقت دموکراسی کار میکرد. واقعیتش اینه که چند دهه اخیر و مشخصا 4 دهه اخیر در سطح جهان شکست این درک از بورژوایی لیبرالیسم یا دموکراسی بورژوایی. اقتصاد تعیین کننده بوده، اقتصاد تفاوت طبقاتی رو بیشتر کرده، فساد حتی در این کشورها کم نبوده، در مقایسه با ایران کم نوع دیگه ای بوده، ولی چون از نظر میزان فساد رقم هایی که باش در انگلیس یا امریکا مواجهیم قابل مقایسه با ایران نیست. ایران پشیزی به اندازه سرمایه هایی که اینجاها فساد درش درگیر بوده نداشته، ولی گسترش فساد در ایران خیلی بیشتر بوده تا این کشورها. در چنین شرایطی دموکراسی بورژوایی معنی نداره. عدالت اجتماعی در این دموکراسی بورژوایی هم به نظر من معنی نداره، به این معنا که طبیعی است که چنین دولت‌هایی نمیتونن برن پای عدالت اجتماعی. به همین دلیله که پاپولیزم راست داره پیروز میشه. پاپولیزم راست، فاشیسم در سوئد، در ایتالیا، در هر جای دیگه ای از اروپا که داره، و ترامپ در ایالات متحده که داره پیروز میشه در انتخابات و خواهد شد در چند سال آینده، نشانه ایست از پایان این دوره از بورژوا دموکراسی و این توهم به ایجاد عدالت اجتماعی در چارچوب نظام سرمایه. نظام سرمایه با واقعیتی روبروست، بربریت یا سوسیالیست، و روندی که الان داره میره به بربریت. و به همین دلیل توهم ایجاد کردن به آزادی در کشوری مثل ایران که تفاوت‌های اقتصادی حتما بحران‌ها، اعتصاب‌ها، شورش‌ها و خیزش‌های بیشماری را حتی در یک کشور آزاد ولی سرمایه‌داری به بار خواهد آورد، به نظر من اشتباه است. من نمیگم در قبال جمهوری اسلامی از شعار آزادی استفاده نکنیم، البته که باید استفاده بکنیم، ولی به عنوان نیروهایی که فرای اگه بخواید سطحی ترین، نازل ترین شعارها نگاه میکنند، باید مشکلات این آزادی دموکراسی رو هم بیان بکنیم.
و صحبت از این بکنیم که آزادی یا دموکراسی، دموکراسی تا وقتی به معنای دموکراسی در حیطه اقتصادی نباشه معنی نداره. دموکراسی در حیطه اقتصادی الزاماً سلب مالکیت از بخش‌هایی از سرمایه بزرگ رو در بر داره و میگم توهم ایجاد کردن نسبت به اینکه با صلح و صفا همه با هم در آزادی زندگی میکنیم به نظر من اشتباه. صدای شما ضعیف شد. تشکر میکنم از نکاتی که بهش اشاره کردید و به نوعی در واقع شاید این پرسش آخر من رو از جوانبی توضیح دادید، ولی تأکیدم میخوام بپرسم که خب در همین شرایطی که شما هم بهش اشاره کردید و الان نیروهای مختلف سیاسی به میدون اومدن و حتی همین صحبتی هم که در مورد این شعار زن زندگی آزادی کردیم، اگر که قرار باشه اجتماعی برپا بکنیم یا برپا بشه که شکوفایی و آزاد، شکوفایی آزاد فرد در واقع شرط شکوفایی آزاد همگان باشه، با یه همچه مثلا درکی وظایف چپ در شرایط کنونی باید بر کدام محورها مورد تاکید قرار بگیره و یا به عبارتی امروز کدام اقدامات در اولویت اول مبارزه مردم باید باشه یا قرار میگیره؟ منظورم اینه که خب همونطور که شما هم گفتین چپ ایران یا جنبش زنان ایران از دیرباز خواستار برابر حقوقی زنان با مردان بوده، اینم نه فقط روی کاغذ بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی برای اینا جنگیده. امروز با توجه به این شرایط در واقع کدوم وظایف رو به عنوان تاکید یا محورهای با اولویت اول باید بیان کرد یا مورد تاکید قرار داد؟ عذر میخوام اگر سوالم یه کمی طولانی، همه سوالم طولانی بود، عذر میخوام. ببین به نوعی سخته چون من فکر کنم باید اون چپی که داره این تظاهرات رو میبینه درگیر بشه، بهش ازش بیاموزه، همه ما باید بیاموزیم از این اعتراض ها، از این تظاهرات، و اون وقت میتونیم اگه بخواید دخالت بهتری داشته باشیم. در نتیجه اون چه که من میگم به نوعی ابسترکته، به این معنی که من دارم از یه جای دیگه نگاه میکنم و فقط میتونم یه سری کلیات رو بطرح بکنم. به نظر من نمیشه درگیر این حرکت ها شد و سعی کرد که اگه بخواید جهت داد بهش، اونجوری که بعضی ها فکر میکنن شما تا درگیر بشید به عنوان چپ پرچمتون رو میبرید جلو و بعد میگید همه بیاید دنبال پرچم من و همه چی درست میشه. باید درگیر شد، یاد گرفت و تکمیل کرد. مثلا من میبینم که دانشجوها خیلی آگاهانه و جوانان خیلی آگاهانه، خیلی درست شعار مرد بر دیکتاتور رو در رابطه با شاه هم دارن تداومش رو به بار میارن، درست؟ و این خیلی پیشرفتیه برای این خیزش کنونی، یه دستاورد بزرگی است برای این جنبش. ولی همین رو میشه در رابطه با مسائل دیگه هم دید. مثلا من دیدم خانواده مهسا، یکی از کسانی که یک جمعی که رفته بودن دیدنشون، فعالین هفت تپه هستند، کارگران واقعا زحمتکشانی که از پیش قراولان مبارزات کارگری در چند سال اخیر بودند. خب این همبستگی رو باید بهش بیشتر و بیشتر اهمیت داد و تقویتش کرد به نوعی و شعارش کرد، ازش شعار در آورد. همبستگی کارگر با زنان رو نشون داد، در عمل نشون داد و شعارها رو به این پیش برد. مسئله درآمدها رو، مسئله وضع بد اقتصادی رو، مسئله این تظاهر جمهوری اسلامی به این که این
برنامه‌ای که داره دنبال میکنه در رابطه با مسئله هسته‌ای انقلابی ترین کار 43 سال گذشته. شما ایران گیت رو دارید، شما با اسرائیل وارد، با ریگان وارد معامله شدید، شما به ما درس ضد استعماری ندید، خواهش میکنم. این رو باید افشا کرد. مردم فکر میکنن از بس تبلیغات غرب زیاد بوده که واقعا جمهوری اسلامی موضع ضد غرب داره. موضع جمهوری اسلامی موضع هر داعشی یا هر اسلامگرای دیگه است، به نوعی توهم به غرب، نوعی خواهان دنبال روی از غرب و نوعی شعار دادن برای که نمیتونه این کار رو بکنه. خب این رو باید، افشای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار مهمه، چون این توهم رو در مردم ایجاد کرده که اگه یه دولت مدافع غرب پیش بیاد همه چی درست میشه. اوضاع مسئله به این سادگی نیست. ایالات متحده نمیخواد برای اسرائیل و عربستان سعودی رقیبی در منطقه ما داشته باشه، و به این دلیل حتی اگر یک دولتی خیلی هم مطیع باشه از ایالات متحده، به حدی که توهم راجبش وجود داره نخواهد رسید. و در نتیجه افشای این به اصطلاح ادعای جمهوری اسلامی بر این که ضد امپریالیست، خوشبختانه خودش نمیگه، احمقهای مخالفش میگن، ولی این ادعای جمهوری اسلامی رو باید شکست. چرا که برای شکستن اون کسایی که اگه هنوز بخشی از جامعه توهم داره به این جمهوری، توهم رو باید شکست. و در نتیجه چپ روی مسئله خیلی کم کاری کرده، یه جاهایی دنبال روی به اصطلاح اپوزیسیون مدافع جمهوری خواهان امریکا شده، یه جاهایی کوتاه آمده، یه جاهایی خودش هم گیجه نمیدونه چی میگه. و این به نظر من یکی از مشکلات اساسی برای چپه. کار تبلیغی که چپ میکنه میتونه بکنه، توهم زدایی در این رابطه است و بالا بردن خواستهای صنفی، ولو کمترین خواستهای صنفی معلمان، پرستاران، کسانی که در رابطه با بیماری کووید جان خودشون رو به خطر انداختن و الان در موقعیت بسیار بدی قرار دارن. اینها همه خواستهایی است که چپ میتونه اضافه کنه به خیزش کنونی، و جلوگیری از سازش، کوشش های زیادی خواهد شد برای اینکه سازش کنیم با این بخش حاکمیت، با اون بخش حاکمیت، جلوگیری از این کارهایی است که چپ میتونه انجام بده. من شعار نمی نویسم از خارج از مرزهای ایران برای داخل. فکر میکنم باید آدم درگیری بیشتری داشته باشه تا بتونه، اگه بخواید شعار بنویسه، ولی ایده، فکر میتونه چپ چه در خارج چه در داخل مطرح بکنه. و اگه بخواید ارتقای این مبارزات از حدی که دارن به مبارزی که بتونه به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی بیانجامه، به جای اینکه ما شاهد یک، اگه بخواید، تغییر حاکم ولی باقی ماندن نظام اقتصادی سیاسی موجود باشه. سپاسگزارم خانم میزر و سنگ ماهی، تشکر میکنم از اینکه دعوت رادیو